سلام، در سلسله معرفی ولسوالی های ولایت تخار بهارک را به معرفی میگیریم. لطفا تا آخر ویدیو بیننده باشید. همچنان ما را در صفحات اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام دنبال نموده چینل یوتیوب از ارباق میدیا را سابسکرایب نمایید. ولسوالی بهارک. ولسوالی بهارک در قسمت شمال غربی ولایت تخار موقعیت داشته، تقریبا از مرکز ولایت 15 کیلومتر فاصله دارد. این ولسوالی دارای 293 کیلومتر مربع مساحت بوده که 1.97% مساحت ولایت تخار را تشکیل می‌دهد. بر اساس برآورد نفوس سال 1400 اداره ملی احصایه و معلومات، نفوس ولسوالی بهارک 35552 تن بوده که از جمله 18124 تن آن ذکور و 17428 تن آن طبقه اناث می شود. بدین ترتیب نفوس این ولسوالی تقریبا 2.2% کل نفوس ولایت تخار را تشکیل می دهد. ولسوالی بهارک از نقطه نظر سطح سواد به تناسب ولایت 10% را تشکیل می دهد. این ولسوالی متشکل از 98 قریه اصلی می باشد. ولسوالی بهارک یکی از نزدیکترین ولسوالی های این ولایت بوده که از سمت شمال به ولسوالی خوجاغر، از طرف جنوب به ولسوالی بنگی و قسمت های طالقان، از طرف شرق به شهر طالقان و از طرف غرب به ولسوالی دشترتی ولایت قندوز همسرحد می باشد. اکثریت زمین های این ولسوالی آبی بوده که قابلیت حاصلدهی دو فصله را داره می باشد. از جمله ادارات دولتی که در این ولسوالی فعالیت دارند صرف قماندانی امنیت دارای تعمیر می باشد و بقیه ادارات فاقد تعمیر بوده و در حویله های کرایه و یا در تعمیر قماندانی امنیت مصروف پیشبرد امور کاری خیش می باشد. ولسوالی بهارک دارای 31 باب مکتب دولتی بوده که از جمله 15 باب آن لیسه، 5 باب آن متوسطه و 11 باب دیگر آن را ابتدایی تشکیل می دهد که شامل 24 باب مکتب ذکور و 7 باب مکتب اناث می شود. مجموع شاگردانی که در این مکتب ها مصروف فراگیری تعلیم هستند 14786 بوده که از این جمله 8800 تن آن ذکور و 5986 تن آن را طبقه اناث تشکیل می دهد. دروس این مکتب ها توسط 311 تن استاد که 252 تن آن ذکور و 59 تن دیگر آن را طبقه اناث تشکیل می دهد و پیش برده می شود. بر اساس گزارش ریاست صحت عامه ولایت تخار، در این ولسوالی یک مرکز صحی جامعی، 4 مرکز صحی فرعی و 18 پسته صحی سیار دولتی موجود بوده و مصروف ارزی خدمات صحی می باشد. مجموع اراضی این ولسوالی 121570 جریب زمین است که من جمله زمین های زراعتی آن 91200 جریب که بل ترتیب 56544 جریب آن آبی، 34656 جریب دیگر آن را زمین های للمی، 12000 جریب زمین را چراگاه ها و 18370 جریب دیگر آن را جنگلات تشکیل می دهد. این ولسوالی با داشتن شرایط نسبتا مناسب برای رشد و نموی سایر فرآورده های زراعتی مانند غلجات گندم، جو، جواری، برنج، ماش، نسک، نخود، لوبیا، زغیر، کنجد و محصولات باقی مانند سیب، شفتالو، زردالو، گیلاس، چارمغز، بادام، انواع آلو مانند کوکسلطان، آلوی سیاه، آلوی زرد و همچنین انواع مختلف محصولات پالیزی و سبزیجات از قبیل خربوزه، تربوز، پیاز، کچالو، بادرنگ، شلغم، گلپی، کاهو، گشنیز، تراتیزک، منسرخک، ترب، کدو، بادنجان رومی و غیره را داشته و همچنین شرایط خوب برای تولید محصولات حیوانی نیز در آن مساعد میباشد. در این ولسوالی همه شبکه های مخابراتی چون افغان بی سیم، روشن، اتصالات، سلام، MTN فعالیت داشتن و مردم به خدمات اینترنتی 2G دسترسی دارند. معادن و ذخایر معدنی خاصی در این ولسوالی وجود ندارد، ولی معدن سنگ کوهی در این ولسوالی در سمت غربی آن موقعیت دارد که به نام انبرکو مشهور است. اکثرا اهالی شهر طالقان و خود ولسوالی سنگ‌های با کیفیت را جهت ساختن تعمیرهایشان از این منبع استفاده می‌نمایند. استفاده آن به شکل فنی و معیاری نبوده و یا هم کدام فابریکه پروسس سنگ در آنجا وجود ندارد که بتواند سنگ‌ها را به شکل معیاری ترتیب و تنظیم و برای مردم عرضه بدارد. با تشکر از تماشای این ویدیو. تا ویدیو بعدی شما را به خدمات منان می سپارم. لطفا نظریات و پیشنهاداتتان را در قسمت کامنت بنویسید.